سوره احقاف جزء 26 آیه 15 تا 20. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را به دشواری حمل می کند و به دشواری بر زمین گذارد و دوران حمل او و از شیر باز گرفتن او 30 ماه است تا هنگامی که به کمال توانمندی و رشدش برسد و به سن 40 سالگی برسد. گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و کار شایسته ای انجام دهم که تو از آن خوشنود شوی و فرزندانم را صالح گردان. بیگمان من به سوی تو بازگشتم و توبه نمودم و بیشک من از مسلمانانم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. آنها کسانی هستند که ما نیکوترین کارشان را میپذیریم و از گناهانشان میگذریم و در زمره اهل بهشت هستند. این وعده راستی است که وعده داده میشدند. والذی قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. و کسی که به پدر و مادرش گفت اف بر شما، آیا شما به من وعده می دهید که از گورم بیرون آورده می شوم؟ در حالی که نسل ها پیش از من گذشته اند و هرگز برانگیخته نشدند و آن دو خدا را به یاری می طلبند که وای بر تو ایمان بیاور، یقیناً بعدی خدا حق است. پس او می گوید اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. آنها کسانی هستند که همان سخن
در زمره امتهایی که پیش از آنها از جن و انس گذشتند بر آنها محقق شده است. بیگمان آنها زیانکار بودند. ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. و برای هر یک از آنها درجاتی است به حسب آنچه انجام داده اند و تا خداوند پاداش کارهایشان را به تمامی به آنها بدهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. و روزی که کسانی که کافر شدند بر آتش عرضه کنند و به آنها گفته شود در زندگی دنیا نعمتهای پاکیزه و لذتهای خود را از بین بردید و از آنها بهره‌مند شدید، پس ای کافران امروز به عذاب خار کننده پاداشتان می دهند و این به خاطر گردن کشی و استکباری که به ناحق در زمین می کردید و به خاطر نافرمانی و گناهانی که انجام می دادید.